اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویا میشم دوباره باز تنها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه دوست داری این ریتم 4/4 خفن رو یاد بگیری، خیلی حرفه این ریتم، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. سلام دوست من، من مهدی هم و این چنل آموزش گیتار منه. قراره که تو این ویدیو یاد بگیریم موزیک بسیار زیبای موزیک، نه البته ریتم بسیار زیبای 4/4 یاد بگیریم. انقدر گفتم موزیک یاد دادم یادم رفته دیگه، میخوام ریتم یاد بدم. اومدم یه ریتم بسیار زیبای 4/4 سالسا رو یاد بگیریم، ولی به حالت حرفه‌ایش. من قبلا حالت سادهش رو توی ویدیو توضیح دادم، اگه دوست داشتیم رو یاد بگیرید لینکش الان میاد این بالا، میتونید برید ببینید، ولی به حالت حرفه‌ایش رو الان میخوام بهتون آموزش بدم. فقط قبلش توضیح بدم که من ریتم رو با فینگر و پیک بهتون توضیح میدم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. کلی ویدیو آموزشی زدن و خوندن، آموزش آهنگ، آموزش ملودی، آموزش آرپژ، آموزش ریتم توی کانال هست که میتونید برید ببینید. به خاطر همین چنل رو سابسکرایب کنید. هر روزم براتون ویدیو جدید میذارم، زنگوله کنارش رو بزنید که بهتون یوتیوب خبر بده. و همینطور توی کامنت ها میتونید اگه سوالی داشتید یا پیشنهادی برای ویدیو بعدی داشتید بهم بگید، و میتونید با لایک و کامنت هاتون به من انگیزه بدید. بریم سراغ آموزش. اول یه توضیح سریع در مورد نوع ساده نواختنش بگم و بعد بریم سراغ نوع حرفش. نوع ساده نواختن این ریتم این شکلیه، شمارشش اینجوریه، 1 و 2 و 3 و 4 و مثل تمام ریتمای 4/4 دیگه. ضرب 1 رو میزنید رو سیمهای بیس، و 2 رو چیزی نمیزنید، و بعد 2 رو میاد بالا رو سیمهای تریب. بی که میگم بیس یعنی سه سیم بالا، تی یا تریب یعنی سه سیم پایین. 1 و 2 و 3 رو باز چیزی نمیزنید، و بعد 3 رو میاد بالا رو سیمهای تریب. 4 آپوگادو یا خفه، و بالا رو سیمهای تریب. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و این نوع ساده ریتمونه که قبلا آموزش دادم. الان میخوام در مورد نوع حرفه ای صحبت کنم که دو تا تکنیک بهش اضافه میشه، یکی استکاتو و یکی میوت. استکاتو که یعنی مقطع، یعنی ما وقتی که ضربمون خورد بعد سیم ها رو میوت میکنیم و صدا رو قطع میکنیم بعد از خوردن ضربه و بعد از بیرون اومدن صدا این کارو انجام میدیم. و اگه کلا از همون اول صدا رو میوت کنیم و ضربه بزنیم میشه همون تکنیک میوت. با ضربه در اون استکاتو نشونه و با علامت دیگه هم که معنی میوت رو میده. خب بریم سراغش که توضیح بدم. روی ضربه و بعد 2 و بعد 3 روی ریتم 4/4 سالسا ما تکنیک استکاتو رو انجام میدیم. اول روی آکوردهای باردار توضیحشو بدم، میشه 1 و 2 و. روی آکوردهای باردار بعد از اینکه ضربمون خورد کافیه دستمون رو شل کنیم روی آکورد، یعنی 1 و 2 و. دستمون رو شل کنیم خودش تبدیل میشه به حالت استکاتو. 1 و 2 و. دستمون رو بر نمیداریم، فقط شل میکنیم. ببینید شل کنیم صدا قطع میشه. و بعد دوباره روی و بعد 3 هم هست، 1 و 2 و 3 و. و 4 و ما کاملا در حالت میوت، یعنی همین حالت شل 4 رو میزنیم و رو در همون حالت شل ضربه میزنیم، این صدا رو میده. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. این میشه ریتم ما. با اگه با آکورد غیر باردار بخوام بگم، چون تو آکورد غیر باردار ما سر سیما رو نداریم، یعنی نگرفتیم، اگه ما اینو شل کنیم دستمون رو، خب صدای اون سیما باز باقی میمونه دیگه، فرقی نداره. پس باید چیکار کنیم؟ باید با انگشت چهارمون که آزاده بیایم وقتی که زدیم برای استکاتو، وقتی ضربه خورد اینجوری سیما رو بگیریم، و وقت برای میوت هم که همینجوری نگهش داریم تا صدای میوت بده. پس میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. این میشه از این. با فینگر اگه خواستیم بزنیم هم سه تا حالت، من بهتون میگم حالتهای بسیار مختلفی میشه زد. حالتی که خودم میزنم و بهش میگم حالت 1، با انگشت آی ام و ای ضربات رو به پایین و پی ضربات رو به بالا رو میزنم. اینو به خاطر این با سه تا انگشت میزنم که صدای پرتر و کاملتری بگیرم. حالت دوم تمام ضربات رو به پایین و رو بالا با انگشت آی، و حالت سوم با ام و ای رو به پایین با پی رو به بالا میزنم. یه بار ببینیم، 1 و با حالت 1 با این سه تا رو به پایین با پی رو بالا. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و.
حالت دو همه با آی، یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و. حالت سه با ام و ای رو به پایین با پی رو به بالا، یک و دو و سه و چار و، یک و دو و سه و چار و. این هم میشه حالت سوم. حالا ما این که ابتدای ویدیو زدم آهنگ اگه یه روز هست که اگه دوست داشتید آکورداش یاد بگیرید و اونو بنوازید، توی ویدیو جداگونه آموزش دادم، الان لینکش میاد این بالا، میتونید برید اونم ببینید. یه بارم میخوام با فینگر بزنم که الان که ریتم یاد گرفتید ببینید چه شکلی میشه این ریتم رو باش زد. اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم، به دل میگم خاموش بمون، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. مرسی که همراه من بودید، سابسکرایب، لایک و کامنتیاتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.